بچه دجال سرمایه‌دار و پرهیز دادن از کسانی در آن طرف آب. رژیم ضد کارگری آخوندی با معرکه گردانان قضایی‌اش مدعی بود، مدیر عامل نیشکر هفت تپه که بایستی پاسخگوی حقوق پرداخت نشده کارگران باشد، فراری است. اما طولی نکشید که مدیر عامل مربوطه که یک بچه دجال سرمایه‌دار و از آقازادگان همین نظام است، برای سپاس از قضایه خامنه‌ای و خود خامنه‌ای به روی صحنه آمد تا به تهدید کارگران بپردازد و بگوید که به هیچ وجه من الوجوه کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی بر نخواهد گشت. اعتصاب و اعتراض هم همچنان که آخوند صادق لاریجانی نیز بعداً تصریح کرد چیزی به ارمغان نمی آورد و ما باید با هم باشیم و نباید متکی به کسانی باشیم که آن طرف آب هستند، بلکه باید در چارچوب همین نظام دست به دست یکدیگر بدهیم. هرچند که کارگران و مردم به سطوح آمده شوش پیشا پیش جواب اراجیف او را دادند. به قسمت‌هایی از ویدئوی مدیرعامل آخوندها در نیشکر به غارت رفته هفت تپه توجه کنید. در رابطه با حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی که این روزنه رو در قلب ما ایجاد کرد که ما بتونیم هرچه بهتر و با توان بالاتر به راهمون و به اهدافمون فکر بکنیم. این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه ما هیچ چیز دیگه رو به ارمغان نخواهد آورد. بنده موضوعی رو میخوام در رابطه با شایعاتی که در این چند روز اخیر در کانال‌ها و در بین پرسنل مطرح شده صحبتی بکنم. موضوعی که اعلام شده که باید به بخش دولتی مجموعه واگذار بشه، این رو به تمام عزیزانم اعلام میکنم که این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده طبق ضوابط کشوری، طبق قوانین کشوری و هزینه هاش پرداخت شده و هزینه های هنگفتی رو بخش خصوصی متحمل شده و به هیچ وجه من الوجوه این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند. این مجموعه نه اجاره شده، نه به صورت مدتی در اختیار قرار گرفته. فقط این رو باید همه ما بدونیم که این مجموعه خریداری شده و تا زمانی که بخش خصوصی وجود داره در اختیار این مجموعه خواهد بود. پس لازم میدونم که این شایعات رو سریعتر بهش پایان بدم، چرا که باعث میشه که لطمه و صدمات جدی به مجموعه وارد بشه. ما راهمون رو خواهیم رفت و به راهمون اعتماد داریم و مطمئنیم که یک روز هفت تپه رو آباد خواهیم دید. و از همه شما عزیزان درخواست دارم که به کانال‌های معاند یا افراد معاند نظام که مشکل با نظاممون دارن و با مملکتمون دارند گوش ندند، چرا که این افراد به غیر از سودجویی و به غیر از اینکه به اهداف سیاسی خودشون میخوان برسند هیچ هدف دیگه رو دنبال نمی کنند. باید همه ما بدونیم که کسایی که اون برای آب نشستن نه برای ما نانی خواهند آورد، نه برای ما اعتبار و عزتی. ما خودمون هستیم که باید به داد خودمون برسیم. تنها زمانی که اتفاق میفته که ما بتونیم همیشه موفق باشیم زمانیه که
همه در کنار هم باشیم و خودمون به فکر خودمون باشیم. چرا که اگر منتظر باشیم که افراد دیگه از یک جای دنیا بیان و کشور ما را آباد بکنن، این اتفاق شدنی نیست. دلسوز زندگی ما بدونید خود ما هستیم و همین بعد به هیچ فکر دیگه نباید باشیم، چرا که این موضوع فقط در قالب کشورمون و مردممون هستش که ما باید با همدلی در کنار همدیگه این موضوعات رو حل و فصل بکنیم. و از همینجا اعلام میکنم که ما در 3-4 روز گذشته حقوقی رو به صورت کامل پرداخت کردیم و در 2-3 روز آینده هم که تقریبا فکر میکنم که برای فردا یا نهایتا پس فردا حقوق بعدی به حساب تمام پرسنل محترم شرکت کش و صنعت هفتپ واریز خواهد شد. به امید خدا تا به بهره برداری برسیم و سریعا بتونیم شرایط رو برگردونیم به شرایط طبیعی و احیا بکنیم. پس از تمامی پرسنل محترم درخواست میکنم که سریعا به محل کار خودشون بازگردن، چرا که ما زمان زیادی رو از دست دادیم و باید خیلی سریعا این زمان تلف شده رو جبران بکنیم تا به امید خدا این مجموعه رو به شرایط و به جاده اصلی خودش برگردونیم. و از همه شما عزیزان محترم تشکر و قدردانی میکنم و آرزوی خوشبختی و سربلندی رو برای یکایک که مردم شرکت کش و صنعت هفت‌تپه شوش و استان خوزستان و کل ایران را از خداوند بزرگ خواست دارم. امیدوارم همیشه سربلند باشید. بدرود. درود به تمام مردم شریف ایران. زنده باد هفت‌تپه، زنده باد ایران زمین. خدا نگهدار.